با سلام خدمت همراهان کانال نیوز اسپرت ایران امیدوارم شما عزیزان با لایک کردن و دنبال کردن کانال از ویدیوهای ما حمایت کنید. لغزش تیم اوسمار در اولین گام پرسپولیس سف، یک آلومینیوم آراک. تیم فوتبال پرسپولیس نیم فصل دوم لیگ برتر را با شکست مقابل آلومینیوم آراک آغاز کرد تا اوسمار ویرا در اولین حضور خود به عنوان سرمربی شکست را تجربه کند. در ادامه مسابقات هفته شانزدهم لیگ برتر آلومینیوم آراک و پرسپولیس از ساعت ساعت 17 و 15 دقیقه امروز پنجشنبه در ورزشگاه امام خمینی ره آراک به مسافم رفتند که این مسابقه با پیروزی یک بر میزبان به پایان رسید. امیر نوری در دقیقه 72 و 5 تکل این بازی را به زیبایی وارد دروازه علی بیرانوند کرد. این اولین دیدار پرسپولیس با سرمربیگری اوسمار بود. لحظات حساس دقیقه 88 نبیل باهوی فرصت خوبی برای گلزنی داشت اما زاویه موافق را برای زدن ضربه خود از زاویه بسته انتخاب کرد و توپ راه به جایی نبرد دقیقه هشتادو سه فرصت سروش رفیعی در محبت با شوت عجیب او به آسمان رفت دقیقه 79 شوت سعید صادقی از پشت محبت جریمه به بیرون رفت دقیقه 75 مسعود ریگی در وسط زمین توپ را از دست داد و امیر نوری وقتی دید بیرانوند از دروازه خارج شده از راه دور دروازه پرسپولیس را هدف گرفت و گل زد. دقیقه 67 شوت کنانی از پشت محوطه به بازیکن آلومینیوم خورد که پرسپولیسی ها اعتقاد به خطای هند داشتند. دقیقه 65 فرصت برای پرسپولیس با سانتر صادقی که حاجی ایدی توپ را با ضربه سر به کرنر فرستاد. دقیقه پنجاه و یک حرکت خوب پرسپولیس موقعیتی تک به تک برای زاهدی به وجود آورد که احمد گوهری به زیبایی توپ را مهار کرد. دقیقه چهل و شش شهاب زاهدی داخل محوطه سرنگون شد که داور اعتقادی به پنالتی نداشت و زاهدی را با کارت زرد جریمه کرد. دقیقه سی و هشت پاس خطرناک شهاب زاهدی به دهانه دروازه توسط مدافع آلومینیوم به بیرون زده شد. دقیقه هجده ارسال تماشایی سروش رفیعی پس از اثرگزاری گولسیانی در اختیار احمد گوهری قرار گرفت. دقیقه سیزده ارسال کرنر سروش رفیعی موقعیت خوبی را ایجاد کرد اما گوهری توپ را دور کرد. دقیقه سه بازی در ابتدای کار با سرعت و فشار پرسپولیس آغاز شد. در ادامه این تیم آلومینیوم آراک بود که با یک حمله سریع پاسخ حمله پرسپولیس را داد. هاشیه احمد گوهری در وازبان قرضی آلومینیوم که از پرسپولیس به آراک رفته پیش از بازی به سمت نیمکت سرخا رفت. پرسپولیس در این بازی خریدهای جدیدش را در اختیار نداره چرا که پنجره پرسپولیس قبل از این بازی باز نشد. آلومینیوم آراک در این بازی چهار بازیکن مستوم دارد. احمد گوهری پس از مهار تک به تک از زاهدی مستوم شد و برای دقایقی روی زمین بود. بیرانوند حین مصدومیت گوهری خود را به محفظه جریمه آلومینیوم رساند. بهروز نوروزی فرد به دلیل مصدومیت از زمین مسابقه خارج شد. پرسپولیس در شرایطی به مسافه آلومینیوم آراک در هفته 16 لیگ می رود که سرخا پس از استعفای یهی گل محمدی دوران جدیدی را آغاز کردند و دستیار سابق او اوسمار ویهرا پرسپولیس را برای اوائین بار به عنوان سرمربی هدایت می کند. در این بازی با توجه به پنجره بسته پرسپولیس خبری از ستاره های جدید سرخا نخواهد بود و پرسپولیس با همون نفرات نیم فصل اول منهای عمری و سرلک که جدا شدند به میدان می رود. در این بازی همچنین امید آلی به علت محرومیت قایب است. از آن طرف شاگردان حسینی نیز با چهار مستوم و سه بازیکن جدا شده، مجبور به استفاده از بازیکنان جوان در لیست خود شدند و البته تلاش می کنند روز سختی را رو برای پرسپولیس رقم بزنند. روی دست نبیل حرکت کرده اما خود باهویی به محوطه جریمه به قلب خط می میزنه نبیل باهویی تشخیص با کارشناسان داوری ارسال بلند کنترل خوب و توپی که وارد دروازه نمیشه ضربه بلند و حالا سوت پایان آقای بیژن ایدری